سلام بچه، بهتون قول داده بودم که ویدیوهای فارسی بیشتر بذارم و اینکه ویدیوهای کاربردی بذارم، ویدیوهایی که شاید به درد بخوره. حالا امروز سر کارمو، خب چی بهتر از اینکه یه ویدیو بذارم مثلا راجع به کافی؟ نه، امروز می‌خوام راجع به کافی حرف بزنیم. فرق کاپوچینو و لاته یا لاته ماکیاتو چیه؟ بذار اول کاپوچینو و لاته حرف بزنیم، به خاطر اینکه خب خیلی فرق دارن. اون دو تای بعدی مثل کافه لاته و لاته ماکیاتو خیلی با هم دیگه فرقی ندارن. یه فرق کوچیک دارن که حالا بهتون توضیح میدم. فرق بین کاپوچینو و کافه لاته که فرمشه، ببینید کاپوچینو خیلی فرم بیشتری داره ولی کافه لاته فرم به مراتب کمتری داره. البته بازم زیاد فرم درست کردم ولی فرمش باید خیلی کمتر باشه. توی کاپوچینو میگن 50% فرم یا شام، توی کافه لاته فقط 20%. این فرق بین کاپوچینو کافه لاته است. اما حالا فرق بین کافه لاته و لاته ماکیاتو چیه؟ فرقشون خیلی کوچیکه. فرقش توی ترتیب درست کردنشه. مثلا توی کافه لاته اول اسپرسو می‌ریزیم بعد شیر، توی لاته ماکیاتو اول شیر بعدن اسپرسو. اگه نگاه کنی ببینید که هر دو تایشون یکیه. این لاته ماکیاتوه با فوم سفیدتر، بخاطر اینکه بعد از اینکه شیر رو می‌ریزیم اسپرسو رو می‌ریزیم داخلش، و این کافه لاته است با فوم کرمی تر و شیر کرمی تر. اگه کنار هم دیگه باشن میفهم متوجه میشیم. وقتی که از سیروپ استفاده میکنیم مثل وانیل یا کارامل، اول با اسپرسو قاطی میشه توی وانیل لاته، وانیل لاته و مثلا کارامل لاته با اسپرسو اول قاطی میشه و گرما باعث میشه که سیروپ کامل مخلوط بشه و اینکه قشنگ میکس میشه. اما لاته ماکیاتو برای اینه که بتونیم مثلا دو تا طعم رو با هم دیگه داشته باشیم، مثل کارامل ماکیاتو، اول وانیل بعدا کارامل، همین. اما اگه شما دوست دارید مخلوط کنید، شکر بزنید یا هر سیروپ دیگه بهش اضافه کنید، اصلا فرق نمی کنه که لاته سفارش بدین یا لاته ماکیاتو. من کدومش کدوم بود؟ می دور دوست داشتین لایک یادتون نره، سابسکرایب، زنگوله رو بزنید تا اولین نفر متوجه بشید که ویدیو آپلود شده. مطمئنن ویدیوهای بیشتری آپلود میکنم. ماسک یادتون نره، فاصله رو رعایت کنید و سالم باشید. خدا حافظ.